بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض سلام و ادب دارم خدمت علاقمندان برنامه امت. خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. بحث امشب ما در برنامه امت اختصاص یافته است به پیامدها و نتایج گفتگوهای صلح در افغانستان. صلح در حقیقت گمشده مردم افغانستان است و از وقتی که جنگ ها آغاز شده است تا به اکنون در تداوم و استمرار جنگ ها همواره صداهای از صلح طلبی و صلح‌خواهی هم به گوش می رسد. آیا امروز شرایط و فرصتی مساعد شده است که ما را امیدوار به این کنند که در آینده ها این مملکت ما و مردممان شاهد صلح و صفا و امنیت خواهد بود و مسائلی از این قبیل و پرسش ها را انشاءالله با شما شریک می سازیم در خدمت جناب استاد سید عبدالمقدم امین. آگاه مسائل سیاسی هستم که بیشتر از جناب آقا صاحب در زمینه میشنیم. آقا صاحب خوش آمدید. سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بسیار سپاسگزار هستم آقا صاحب از حضورتان که در این میز آمدین. بحث گفتگوهای صلح یک بحث حاشیه‌ای و یک بحث چیز نیست که از او باید سطحی بگذاریم. صلح از هر لحاظی که نگاه بکنیم، از لحاظ اسلامی نگاه بکنیم و از لحاظ موضوعات و مفاهیم اجتماعی و سیاسی نگاه بکنیم، یک بحث مهم و اولویتی در زندگی انسان است. صلح مقدم به هر چیز است و جنگ و اینا هم میتونه استثناء باشه. می‌خواستم بپرسم آقا صاحب از اینجا شروع بکنیم که پرسش نخست از بحث گفتگوهای امروز ما آغاز بکنیم که آیا ما امیدوار باشیم که یک صلح انشاءالله به افغانستان خواهد آمد با توجه به این در ظرف یک هفته و چند روز گذشته یک سری از اتفاقات و حوادثی هم در همین زمینه رخ داده، ما را امیدوار میکنه به آینده صلح در افغانستان و یایی که خدای نخواسته نکنه که همین موضوعات و غافلگیر شویم و اگه آینده مبهمی دیگر در پیش داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم تلویزیون نور. سلام. خب به هر حال زندگی بشر از همون آغاز آفرینش تا به امروز دو پدیده به نام حق و باطل در برابر هم قرار دارند. گاه گاهی ما میبینیم که خیلی تمدن ها از بین رفتن و بسیار تمدن های دیگه شکل گرفتن فقط در محور حق و باطل بوده و گاهی جریان ها خودشان حق میدانستن و جریان های دیگر خودشان باطل میدانستن. بنابراین جنگ و مبارزه و در نتیجه صلح هر یک کدام از این در جای خودش یک سنت الهی است که دامنگیری بشر بوده و هست. ولی خوب اگر برگردیم به قضایای داخلی افغانستان، ما 14 است می جنگیم. یک مرحله از این مقاومت و مبارزه مردم در برابر اتحاد جماهیر شوروی بود که واقعا مورد استقبال اکثریت کشورهای اسلامی و جهان قرار گرفتند و مقاومت مردم افغانستان هم در خور تقدیر بود و هست. یک مرحله دیگر، خب در زمان جهاد حدودا جهاد مدیریت شد و یک حسی وطن دوستی در فرد فردی مردم ایجاد شد و در نهایت همه مردم مسلمان بودن و شوروی و یا دنیای کفری را در کشورشان نمیخواستن، با مصالحه‌های ابتدایی در برابر دشمن قرار گرفتن. درست. ولی با تاسف که ما بعد از 14 سال وارد یک صحنه دیگر شدیم، صفحه تاریخ افغانستان یک مقدار عوض شد و دشمنان قوی بودند، ما وارد یک جنگ های داخلی شدیم که حالا بحث تروریسم مطرح است و بعض چیزهای دیگر مطرح است و اصطلاحاتی که از بیرون برای افکار عمومی داده شد و اصطلاحاتی که در داخل ایجاد شد، هر یک کدامی از این در جای خود قابل توضیح است که این مرحله هم تا حدودی مدیریت شد و بالاخره ما بعد از 2001 وارد
یک صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان شده که باز ایالات متحده آمریکا که دشمنی دیرینه شوروی دیروز و روسیه امروز بود، حالا به هر بهانه حدود بالاتر از 100 هزار نیروی جنگی خود بر افغانستان آورد و در برابری به نام القاعده و تروریسم و غیره و غیره جنگی. این جنگ اگر در مجموع صحبت کنیم، ما 14 هست که می جنگیم و پول هم از دیگر ها گرفته می شود و کمتر می بینیم که برای منافع مردم و این جنگ های ما به اصطلاح به منافع مردم تمام شده باشه. یعنی امنیتی مردم از دستش گرفته شد، خوابی آرام از مردم گرفته شد، توسعه اقتصادی اصلا قطعا نمیتونیم ببینیم، رفاه اجتماعی، یعنی جزوی ترین امتیازات شهروندی را شما در سراسر افغانستان در مردم افغانستان نمیبینین. حالا با هر پیمانه ای که از ما وارد او جزئیات نمیشویم، با گذشت 14 جنگ ما امروز شاهد یک توافق نامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر بودیم. ظاهرا همه کشورهای منطقه و کشورهای جهان را استقبال کرد و مردم افغانستان هم همه مردم افغانستان هم میره به عنوان یک گام مثبت در فضای سیاسی امروز و در فضای اجتماعی امروز دانستند و ما هم به عنوان یک شهروند خوشبین بودیم و هستیم. ولی این توافقنامه میتونه پهلوهای پنهان هم داشته باشه و این معنا که سه طرف قضیه در جنگ دخیل هستند، یک طرف ایالات متحده آمریکا، یک طرف طالبان و یک طرف دولت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان. اول اگر قسم بحث آغاز کنیم که با تأسف که طرح جنگ در افغانستان طرح افغانی نبود، یعنی طرح بیرونی بود و امروز اگر طرح صلح هم در قطر داده شده و این طرح هم یک طرح افغانی نیست، بر مبنای منافع ملی داده نشده، ولی میتونه که در این جنگ های 14 گذشته به ویژه در 2 دهه اخیر میتونه یک گام مثبت در فضای سیاسی و امنیتی افغانستان تلقی شود. بسیار خوب. از جایی که آقا شما به صورت زبنی اشاره کردین به این مسئله، خب حالا که توافقنامه صورت گرفته و در بنده های از توافقنامه چیزهایی بسیار روشنی دیده میشه، اما زوایای پنهانی که وجود داره، وزیر خارجه امریکا هم گفت که برخی از مفادهای پنهان و محرم میتونه وجود داشته باشد، به نظر شما این زوایای پنهان چی میتونه تلقی شده باشد؟ چون اکثر نگرانی ها هم اکنون از امو زوایای پنهان است که زوایای پنهان میتونه خدای نخواسته به یک جنگ باز زوایای پنهانی از این را بعدا میخوام پاسخ بدم، ولی یک نقطه را خدمت هموطنان عزیز باید با هم شریک بسازیم که باید بپذیریم که یک فرصتی خوبی برای مردم افغانستان ایجاد شده. درست. طالبان بعد از توافق نامه خود را برنده جنگ احساس کردند و این یک تکلیف شرعی دانستند. ولی ما در این 2 دهه گذشته میبینیم که بسیار پوزیشن های کاذب بوده در این کشور، بسیار غرورهای کاذب بوده و بسیار شعارهای کاذب بوده که چون نمیتونه با دروغ به ملت حاکم شد. این ملت تا زمانی که صداقت محور مبارزه صورت نگیره، ما مطمئن هستم که ما نمیتونیم که در برابر حوادثی که پیش رو داریم موفق در بیم. طالبان اولا برای طالبا خطاب ما برای طالبا است که یعنی مخاطب ما میتونه در این مورد طالبا باشه که یک فرصتی که برای از اینا ایجاد شده، این توافقنامه را نباید با صلح حدیبیه مقایسه کنند. اولا که طالبا زمانی که جنگ در افغانستان شروع کردند، خارجی ها در اینجا حضور نداشت یا وجود نداشت و امروز هم که توافقنامه را با ایالات متحده آمریکا امضا میکنند، خارجی ها در 2014 افغانستان را ترک کردند. یک گروه کوچکیشان که نادستنهای جنگ هم
زیاد دیده دیدن نشدن و نیستن. ما فکر کنم که باید بپذیریم که برنده جنگ هیچ طرفی از این گروه های درگیر نمیتونه باشن. نشدن. از این فرصت اگر طالبان زمینه را مساعد میکردن از راه های دیپلماسی و گفتمان، من مطمئن هستم که اینا به محور قدرت میرسیدن. اگر هدف طالبان برداشتشان از صلح رسیدن به قدرت باشه و دیگران در قدرت سهیم بسازن، من فکر کنم که یک اشتباهی میتونه اشتباهی کلانی باشه که نه تنها که اینا به صلح نمیرسن بلکه میتونن آغازگر یک جنگ جدیدی در افغانستان باشن. برگردیم به دولت افغانستان، که دولت افغانستان هم باید از این فرصت استفاده خوب کنه، جسارت به خرج بدن، بگذارن وضعیت به افکار عمومی که تا تصمیم بگیره. اگر برداشت دکتر اشرف غنی ای باشه که قانون اساسی به عنوان یک وثیقه ملی میتونه قضای افغانستان مدیریت کنه، یا جمهوریتی که در این وقتا این اصطلاح بیشتر به کار برده میشه و محور گفتگوها باشه، یا ای که تداوم قدرت به عنوان یک واقعیت در تصمیم دولت بوده باشه و دیگر را در قدرت سهیم بسازه، با چنین وضعیتی من مطمئن هستم که میتونن بار دیگر اینها هم کشور را به یک بحران ببرن. کوتاه‌ترین راهی که میتونه فضای افغانستان را روشنتر بسازه و ما را یک قدم به صلح نزدیک کنه او است که ما در گفتمان بین الافغانی، و او گفتمان هم نباید در میان جنگی های طالبا و یا سران حکومت وحدت ملی باشه، ما باید بگذاریم به این ملتی که 20 سال است اینا قربانی میدن در برابر هم، ما بگذاریم به افکار عمومی که اینها تصمیم بگیرن. افرادی که دستشان به خون مردم در دو طرف آلوده نیست، اینها باید در قضایای صلح شریک شوند و دورنمای افغانستان روی یک مکانیزم، روی یک ساختار سیاسی که بتونه همه طرفهای درگیر قناعت بده، اینها باید وارد صحنه شوند. اما در پهلوهای پنهانی جنگ ها، چون این توافقنامه چند نقطه را من خدمتتون عرض میکنم، که اولی که جنگ در افغانستان بودی امنیتی داره، یعنی جنگ استخباراتی هست، حتی سران حکومت وحدت ملی هم اینها هم جزی برنامه های استخباراتی هستند، و این معنا نیست که اینها واقعیت های کشورشان را ترک کنند بر مبنای واقعیت های ملی حرکت کنند. اینها در یک آگاهی، یک عدم آگاهی در پروسه های استخباراتی قرار دارند. طالبان در حدی هم نبود که بیای ایالات متحده آمریکا مذاکرات به یک سال و نیم بکشانه، بالاخره 9 دوره یا 10 دوره مذاکرات که بیشتر از یک سال طول کشید. حالا چه قضایایی بود مطرح شد؟ اگر بحثی خروج ایالات متحده آمریکا و یا رسیدن طالبان به قدرت می بود، در یک روز، 2 روز یا 3 روز یا در یک دو نشست میتونست. من فکر کنم که اگر یک مقداری را سیاسی بحث کنیم، این توافق نامه میتونه محور این توافق نامه امریکایی ها و پاکستانی ها باشن، که اینا رو یک دورنمای افغانستان و منطقه و بالاخره رقبای امریکایی ها و پاکستانی ها صحبت شده باشه و جایگاه طالبان، دولت و احزاب سیاسی در این دورنمای خطی که اینا ایجاد کردن قرار مشخص شده باشه و زمان بندی هایی در هر زمانی نتیجه کار خودش داشته باشه. بسیار خوب. یعنی آقای صاحب، وقتی که به گفته شما اگر توافق نامه و یا روی کرده های نوی که پیش آمده، اینا اگر ابعاد امنیتی و استخباراتی داشته باشه که بین امریکا، بین واشنگتن و اسلام آباد توافق گرفته باشن و طالبان هم در همین خط قرار بگیرن، خب یک طرف. بحث دیگه شما از لحاظ منطقه‌ای ببینیم، تنها پاکستان هم در منطقه نیست، بلکه طرف های روسیه هم هست، ایران هم هست، چین هم هست. باز اینا در واکنش ولا عکس العمل با چی خواهند کرد؟ یا باز اینا هم یک جبهه تازه جنگ دیگری را علیه توافق نامه و روی کار آمدن مجدد این طالبان آغاز کرد؟ اگر بس ختم جنگ در افغانستان باشد، چون وضعیت فعلی در افغانستان یک تهدیدی برای کشورهای منطقه است، پاکستان هم بر مبنای منافع ملیش
تلاش میکنه که اقتصاد کشورش را تقویت کنه. مهم. کشورهای منطقه هم یک بافت اقتصادی را شکل دادن که خب بله. افغانستان به عنوان یک نقطه وصل جایگاه خود در این خطا و پروژه های کلان اقتصادی داره. یعنی تمام کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه هدفشان نیست یا برنامهشان نیست که باید جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه، اما ای که حضور پررنگ ایالات متحده آمریکا باعث میشه که این معادلات یک مقدار حالت امنیتی بگیره به خودش. این میتونه یک خطر باشه، وگرنه اگر همگرایی منطقه در قبال جنگ و صلح افغانستان شریک باشه و اینا به این نتیجه رسیده باشن که یک ساختاری افغانستان شمول باید تعریف شود و بالاخره تمام طرف های درگیر حضور خدا یا تصویر خدا در این ساختار ببینند، جنگ ختم شود، در این صورت ما میتونیم که به یک افغانستان باثبات فکر کنیم و آیندهش هم حدودا مطمئن باشیم. ولی من مطمئن هستم که تا حدودی که نباید گپم، شاید هم تحلیل ما واقعیت نداشته باشه، ولی این تصور میره که امریکایی های مقدار چیزهایی را پنهان میکنن، تهدید حضور امریکایی ها یا حضور طالب ها یا حضور قوی شدن پاکستان در منطقه بتانه یک تهدیدی برای چین، یک تهدیدی برای روسیه باشه. ولی گفتی شما روسیه و چین و کشورهای منطقه هم در حدی نیستن که آرام بشینن یا از دسایس یا از برنامه های امریکایی اینها بیخبر باشن، و با در اون صورت افغانستان میتونه یک پایگاه جنگ در صفحه جدیدی جنگ قرار بگیره. بسیار خوب است، دوباره برمیگردیم با شما بینندگان عزیز. میان برنامه کوتاه دارم، دوباره خدمت شما برمیگردیم. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. آقا صاحب، از بریم به جبهه طالبا یک تحلیل انجام بکنیم که ایده به ای باور هستند که با طالبا تا به وقت هم میگفتند که اشغالگر است و جهاد است و مبارزه است و با هیچ کسی آماده گفتگو اینا نیستند. حالا با توافق نامه ای که در خارج از افغانستان و بین امریکا صورت گرفته، ایده به ای باور هستند یک کاری است که در سطح سیاسی صورت گرفته، اما فرمانده های کوچک و بزرگ طالبا که عملا در داخل افغانستان در جبهات جنگ حضور دارند، اینا از این حالت و وضعیت یک مقدار ناراض هستند و شاید هم که منجر شود به انشعابات و چند دستگی در میان خود طالبا که یک بخش اعظمی از اینا یا انشعاب کنند تحت نام دیگری به همین جنگی ادامه بدن، و یا هم که بخشی از اینا باز مدغم شوند و در برخی گروه های تروریستی دیگری اینا باز دوباره به همین حالت و وضعیت بیان. آیا به نظر شما چنین چیزی هم تصورش میره و امکانش وجود داره؟ طالبان تا در دو دهه جنگ ثابت کردن که استراتژیشان استراتژی جنگ است. یعنی اگر استراتژیشان کلا جنگ نمی بود، از این فرصت بسیار استفاده خوبی می کردن. امریکایی ها به اینا بسیار بها دادن، در سطح منطقه و جهان به عنوان یک واقعیت سیاسی اینا جایگاه خود پیدا کردن. ولی پس دوباره که دست به خشونت جنگ زدن در ولایت های مختلف، نتیجه این میشه که اینها فقط با جنگ میخوان زنده باشن. اگر جنگ از اینا بگیری برشون مشکل ایجاد میشه. در رابطه با این شعابات یا یک رنگی طالبا، این هم سوال های زیادی میتونه باشه. اگر بحث شرعی بسازیم، خوب جنگ در مسائل شرعی بسیار جایگاه کم داره. شما در سوره انفال به عنوان سوره جهاد یاد میشه، تمام مسائل مبارزه یک جریان سیاسی را در برابر اجانب کاملا مشخص کرده. ولی خب به صراحت در قرآن کریم خداوند میفرماید که و این جنح للسلم فجنح لها. شما ببینین اگر دشمن تمایل به صلح داره، شما بپذیرین، بعد توکل به خدا کنین. در اینجا زمانی که دولت افغانستان ولو به هر رقمی که شما سرش فکر بکنین، بالاخره آغوش خود برای اصلاح و برای صلح باز کرده. درست. یعنی چرا ما اصرار کنیم که ما با دولت افغانستان یا با مردم افغانستان جنگ کنیم؟ چرا مردم از سنگرها بکشیم؟ اینها سوال های زیادی را میتونه ایجاد کنه.
در بخش دیگه حالا مثلا عملیات هایی که صورت میگیره یک راه گریز برای طالبان شده که خب کاری دایش از کاری احمد از کاری محمود است، ولی باید بپذیریم که ما نمیتونیم تحت قیادت یک رهبر کار کنیم. از این معلوم میشه که طالبان هنوز چند دستگی در میانشان هست. داره اگر وضعیت حالت جنگی را بگیره بدون شک طالبان به ده ها بخش دیگه میتونه تقسیم شود، مثل که مجاهدین به همین شکل شد، چون استخبارات منطقه اوزار مدیریت میکنه، استخبارات جهان اوزار مدیریت میکنه. اگر همین فرصت اطلاعی که برای طالبان آمده و برای دولت آمده و برای احزاب سیاسی، اگر اینا نتونن از این فرصت استفاده کنن، ما مطمئن هستیم که نه دولت خواهیم داشت و نه طالب میتونه دیگه او جایگاه اولیش به دست بیاره. بسیار خوب آقای سپهری، توافقنامه بازم پرسشم از شما مطرح کنم که توافقنامه هم که صورت گرفته بین امریکا و طالبان صورت گرفته، در اونجا آمده که میتواند تمام دولت یا آینده افغانستان و یا حکومت افغانستان در یک مذاکرات بین الافغانی باید مشخص شود. خب تا به اینجا که پیش آمده امریکا با طالبا پیش آمدن، توافق کردن که به یک دیگر حمله نمی کنن. اما در همین توافقات و در همین مذاکراتی که بیشتر از یک سال هم وقت گرفت، اینجا جایگاه مردم افغانستان دیده نشده. در هیچ یکی از گفتمانها، چه رسمی چه غیر رسمی، از واقعیت‌های مردم افغانستان و از آنچه که نیاز داره مردم افغانستان که واقعا به صلح و ثبات امنیت برسد تا یک لقمه نان آرام و حلال پیدا کنن، به این مسائل کمتر کسی توجه کرده. و یک طرف بحث هم شما اشاره کردین که حکومت یا دولت افغانستان، دولت افغانستان هم دیده میشه که، یا حکومت افغانستان هم دیده میشه در یک چنین جایگاهی قرار نداره که به نمایندگی بسیار شفاف و روشن از مردم سخن بگه در مذاکرات یا میز گفتمانهای صلح. اگر گاهی هم سر صدای میشه میبینیم که بعضی کلمات و یا بعضی مفاهیمی هم که اظهار میشه دیده میشه که او هم یک بادی منافع شخصی در نظر گرفته شده. به نظر شما آیا مردم چی احساس مسئولیت در قبال اینا بکنن و چی کتله های اجتماعی، علمای دینی، جامعه مدنی و در کلش مردم افغانستان چی در برابر این گفتمان ها و این آنچه که امروز به نام صلح میآید که در حقیقت آینده مردم افغانستان رقم میزنه، خودشان احساس بکنن و خودشان ببینن که صلح خودشان به دست خود ایجاد بکنن، چی راهکاری وجود در حوزه حقوقی اگر بحث کنیم، یک نکته های ظریفی در به کار رفته در همین توافقنامه صلح میان طالبان و ایالات متحده آمریکا، که نقطه ظریف به این معنا که خیلی فهمش یک مقدار مشکل است، ولی خب اگر واقعا یک بار آدم اگر دقیق شوه میبینی که خیلی چیزها را روشن میسازد. امریکایی ها با امارت اسلامی طرف است. امارت اسلامی توسط امریکایی ها سقوط داده شده بود در زمانش و دوباره با امارت اسلامی اینا توافقنامه را امضا میکنن. امارت اسلامی به نمایندگی از مردم افغانستان توافقنامه را امضا کرده. درست. اینجا در جاش باید وضاحت داده شود، یعنی طالبا را به عنوان نماینده های بر حق مردم افغانستان شناختن. دیگر حالا شما در بنده هایی از توافقنامه ببینین که حکومت پس از توافق زیاد بله. تذکر داده شده. بله. خب ما یک طرحی را یک نهادی امریکایی به نام نهاد رند که طبعا معروف است، که دکتر خلیلزاد هم جزی از این نهاد است، اینا چهار سال در رابطه با قضای افغانستان تحقیق کردن، جنگ و صلح افغانستان. اینها یک طرحی برای خاتمه جنگ برای افغانستان دادن. من فکر کنم طرحی رند در نهایت قابل تطبیق است. او به این مفهوم است که در گفتمان بین الافغانی هم امریکایی ها یک طرف قضیه هستند، یعنی این مذاکرات کاملا تحت نظارت دارند. ایجاد یک اداره موقت حتمی است تا زمانی که به یک توافق کلی روی یک ساختار سیاسی میرسند. طالبان بحث امارت دست امارت اصرار دارند و دولت افغانستان هم بحث جمهوریت که آیا واقعا کدام گزینه میتونه قابل فهم باشه.
اگر باز ما برگردیم به تاریخ اسلام، از لحاظ فقهی 4 تن از خلفای راشدین اینا چه قسمی به قدرت رسیدن، خیلی مشکلات های ما را از لحاظ فقهی و اسلامی میتونه حل حل کنه. بکنه. حالا شما میبینین که 2 طرز تفکر به خاطر رسیدن به قدرت در حوزه دین وجود داره، یک آرای مردم و دوم انتصاب یا تعیین جانشین هست. در این صورت اگر هر دو صورت شما در اسلام داریم، مثلا حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر، علی سب، هر دوی علی از این از طریق آرای مردم آمدن اکثریت زعامت مطلق سیاسی را بله. به دوش گرفتن، ولی حضرت عمر سب، حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر را تعیین کرد که بعد از من جانشین حضرت عمر باشه. ولی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان از یک حالت بینابین داشت که هم 6 نفر را تعیین کرد، از جمله 6 نفر یک نفرش شورای 6 نفر را تعیین کرد. یعنی ما از لحاظ ساختارهای سیاسی هم ما از لحاظ شرعی مشکل نداریم، مشکل نداریم. اگر طالبان واقعا بحثشان بحثی علمی و بحث اسلامی است، میتونن هر گزینه ای برای خاتمه جنگ استفاده کنن. اگر ما بگیم بحث امارت دامن بزنیم، اگر اینجا بگه بحث جمهوریت، ما باز به اینجا به نتیجه نمی رسیم. ولی به هر حال در آخرین تحلیل بحث اداره موقت اتمی است و فضا برای یک گفتمان ملی مساعد می شود تا روی یک ساختار سیاسی همه شمول به نتیجه برسن. من مطمئن هستم که این کار تا حدود امکان پذیر هست و سری از زیاد کارم شده. امریکایی ها هم کار کردن، کشورهای منطقه هم کار کرده و دولت افغانستان هم ناگزیر است که باید به این روند قبول کنه. بسیار خوب آقا سیب، یک چیزی دیگه وجود داره که بخصوص دم به طیب سال یک سری از سویزن ها و یا به عبارت دیگر به اعتمادی نسبت به طرف های درگیر و مذاکره کننده وجود داره. مثلا از مذاکرات بون به این طرف که ما نگاه بکنیم، طبیعی است که در هر نشستی و گفتمان ها، چی در سطح ملی باشه چی در سطح بین المللی، مردم زیاد به طرف ها اعتماد ندارن و طرف ها هم همو صداقتی را که داشته باشند باز در صحنه عمل چندان نشان ندادن که هم باعث تولید به اعتمادی در میان مردم نسبت به رهبران و به کسایی که بعدا می آیند شدن. و خصوص مثلا جبهه طالبان را بگیم که حالی یک طرف کلان قضیه جنگ و صلح افغانستان اونا هستند. خب آیا امی اعتمادی را که در میز مذاکره میکنن و گفته میشه، این مفاهیمی که سرش در اونجا به توافق میرسن، آیا ممکن است که باز مردم هم اعتماد به اونا داشته باشن که اونا که دوباره میآیند با آنچه که فیصله شده و توافق همگانی شده به خیر مردم باشه دوباره عمل کنن و قدرت باز مثل امارت اسلامی دوران گذشته انحصار نکنن؟ در حوزه سیاسی 2 نوع مبارزه برای رسیدن به قدرت وجود داره. یک، رسیدن از طریق توده ها بله به قدرت رسیدن، یکی از طریق از طرف نخبه ها رفتن به جانب توده ها که ایره ما در تاریخ افغانستان هم برای 14 و حدودا تقریبا امتحان شده. من فکر کنم که برای فعلا مردم مطرح نیست در مذاکرات و گفتمان ها، به این معنی که مردم افغانستان خیلی بیچاره شده و در این حال ما شما بالاتر از 5 میلیون مهاجر داریم در بیرون از کشور، آماری که داده شده بالاتر از 3 میلیون معتاد داریم دیگه، مردم بیکار است، صدمه دیده در روان جامعه. بخواهیم نخواهیم کسایی که در صحنه جنگ بودن تصمیم هم دوباره هم اینا میتونن بگیرن، حالا که تصمیم به خیر ملت تمام میشه یا به ضرر ملت تمام میشه این یک بحث جداست. ولی با وجود این هم من فکر کنم که اگر یک مکانیزمی شکل بگیره یا یک فرصتی به وجود بیاید که نه یکی سران حکومت وحدت ملی، نه یکی سران اصلی طالبان، ولی بگذارم به کسایی که حدی اقل در ریزاندن خون مردم دستشان آلوده نیست، ما داریم تو شخصیت هایی را در داخل کشور، در بیرونش کشور، در جامعه روحانیت، در بسیاری از جاها، اینها باید در قبال مردم یعنی کسایی که بی‌طرف بودن بی‌طرف باشن، حداقل یعنی یک طرف قضیه در جنگ نبودن. ولی باز هم اینا نمایندگی از دو طرف میکنه، طرف جنگ میکنه. برگردم با مو آرای مردم، در این صورت امکان داره که ما بریم برای یک راه حل سیاسی برسیم. اگر باز
هر کس به مادرس خودش قدم بزنه، همم گاهی گاهی که اگر ضعف به وجود بیه ما قوم به عنوان یک ملاک قرار بدیم، گاهی مذهب یک ملاک قرار بدیم برای رسیدن به صلح، گاهی شمال و بله غرب بله در نظر بگیریم. با چنین چیزهایی که دیگه 14 نتیجه نداد، فکر کنم که نه برای طالبان میتونه این نتیجه مثبت باشه و نه برای دولت افغانستان. ولی با وجود هم من مطمئن هستم که یک فرصت خوبی با وجود آمده و این شعورم تا شعور سیاسی هم در افغان ها یک مقدار تقویت شده، از این فرصت به نفع کشورشان میتونن استفاده کنند. بسیار خوب. طالبان بیشتر تاکید داشتند که کسانی که با اونا سالهای متمادی در جنگ بودن باید با اونا هم یک سری مذاکرات و نشستایی داشته باشند. به همو خاطر است که مذاکرات بین الافغانی که میگن بیشتر منظورشان همو احزاب است که در گذشته در دوران مقاومت با اونا جنگیدن و همو بازماندگان دولت اسلامی. به نظر شما آیا میشه که مثلا یک طرف قضیه افغانستان اونا طالبا باشه و یک طرف هم همین گروه ها باشن که با هم به یک توافق برسن و اینا از این متنی از اینا و از گفتمان از اینا یک رای حل معقول پیدا شو و بیرون بیایه برای مردم افغانستان؟ اگر یک مقدار شفافتر صحبت کنیم، اگر ما بعض قومی بسازیم، طالبان میتونن نمایندگی از قومی بزرگ پشتون کنن و گروه های دیگری میتونن از اقوام مختلف دیگر نمایندگی کنن. اگر بحث در جنگ خلاصه کنیم، یک طرف جنگ طالباست، یک طرف جنگ هم امیناست، به اصطلاح سه تا حزب مقتدر است که فعلا در شمال حاکمیت دارن بیشتر و اینا باید طرف باشن که با هم جنگیدن. اگر بحث به ملی بسازیم، همه باید شانه های خود از جنگ خالی کنیم، قدرت های کاذب خود کنار بگذاریم، با روحیه ملی، با معیارهایی که امروز در جهان تعریف شده بریم در اون معیارها کدام ساختاری که به نفع کشوری ماست، ما قوم هم پشت سر بگذاریم، از حزب هم پشت سر بگذاریم، مذهب هم پشت سر بگذاریم، مصالح ملی را بعضی دین همه مردم مثل افغانستان مسلمان هستند، هیچ اصلا قابل بحث نیست، هیچ کسی نمیگه که من مسلمان نیستم، همه مسلمان هستند، ولی روی یک ساختار ملی باید کار شود، روی یک فرهنگ ملی کار شود. در این صورت که اگر بس گفتمان ملی شکل میگیره، این نمایندگی از تمام مردم افغانستان کنه دیگه، بحث خلافت، بحث امارت، بحث جمهوریت، اینا نباید ملاک برای مذاکره در نظر گرفته شود. در این صورت ما میتونیم یک راه حل برای افغانستان خب اینا شوش. نامه ها هستند، میشه که نامه ها را تغییر داد؟ کاملا، ما قبلا گفتیم که ما سه چهار گزینه را در حوزه دین داریم که هر یک کدامش به نفع کشوری ما بود، از هر یک کدامش میتونیم به نفع کشور ما استفاده کنیم. این راه ها کاملا مشخص است، ولی اگر ما جهالت ما ملا قرار بدیم، هموز که ما خودم برنده جنگ میدونیم، مردم گریسنه است، پول میدیم، مردم میچنگه، بالاخره جنگ دامناش وسیع میشه، باز بار دیگر وارد یک صحنه جدیدی از جنگ، این وضعیت از یوم باز خدا نخواسته بدتر میشه. یعنی بخوای نخوای جنگ است دیگه، جنگ. بله بله بله. اگر این فرصت از مردم افغانستان گرفته شوه، ما مطمئن هستم که این ملت نه دیگه طالب میبخشه و نه حکومت وحدت ملی را میبخشه و نه عذاب سیاسی. بسیار خوب. به نظر تان آقا صاحب در آخرین فرصت هم قرار داریم، وقت ما به پایان رسیده، فرصتی که پیش آمده چگونه خلاصه و کوتاه یا بحث جنبندی میکنین که چگونه بتانیم از این فرصت یک دستاورد خوب داشته و استفاده خوب بکنیم؟ شما ببینین الان بودی بین المللی جنگ و سال بعد از توافقنامه تا حدود فروکش کرد. بله. الان در مجموع متمرکز شده در داخل کشور. هم احزاب سیاسی و هم دولت افغانستان و هم طالبان. ما اگر بخوایم قضیه حل شود، کوتاه‌ترین راه حلی که میتونه ما را به صلح نزدیک کنه، در قدم اول طالبان. طالبان همه مردم افغانستان با آغوش گرم باید بپذیرند، با هر طرفی که میخواهد مذاکره کنه آماده مذاکره باشه. یک. دوم، دولت افغانستان نه به عنوان دولت، به عنوان یک شهروند، به عنوان نماینده ده ها و هزارها شهید و معلول و معیوب کشور وارد صحنه مذاکره شود. احزاب سیاسی نه نمایندگی از احزاب و حزب و
به گروه اصطلاح خود، منطقه و گروه خود، به عنوان یک شهروند و نمایندگی از همین مردم. مردم مهاجر و به اصطلاح معتاد و بیکار و غیره و غیره. اگر با این دل سوزی ما شما در میز مذاکره بنشینیم، من مطمئن هستم که قضای افغانستان یک طرفه میشه و ما شاهد یک صلح دوامدار در افغانستان خواهیم بود. اگر این غرورهای کاذب تقویت شوه و این شعارهای کاذب ملاک برتری محسوب شوه، در چنین صورت این ملت با می گرسنگی آماده هر نوع جنگ و قربانی بار دیگر است. بسیار خوب، بسیار جا تشکر میکنم آقا سید سلامت حضور شما. سلامت باشین، سبزنده باشین. بینندگان عزیز، داشته های برنامه امت در همین جا به پایان رسید. تا بحث برنامه دیگر، همه شما را به الله یکتا و تمام هم اسپارم. خداحافظ و نگهدار شما. تهیه شده در تلویزیون نور.